وقت بخیر، پویا هستم با هفتمین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با توجه به طولانی شدن گفتگوی ما با دکتر نصرت آبادی در حوزه آینده روانشناسی و تأثیرهایی که از حوزه علوم اعصاب متأثر خواهد شد، ما مجبور شدیم که این گفتگو رو به دو قسمت تقسیم کنیم و امروز با ادامه گفتگوی هفته پیش تحت عنوان اپیزود هفتم در خدمتتون هستیم. یه عبارتی رو استفاده کردید که نمیخواد علوم اعصاب مثلا چیزی رو متحول کنه و داره استفاده میشه به عنوان یک ابزار، اما شاید در فضای یک کمی عمومی‌تر وقتی که نگاه میکنیم، حالا چه در کشور خودمون چه در کشورهای دیگه، انگار یه ولعی وجود داره که از این کلید واژه نورو ابتدای هر چیزی استفاده کنیم. نورو ادویکیشن، نورو مارکتینگ، نورو لیدرشپ، نورو دیزاین، نورو هر چیزی، و ظاهرا بنگاه‌های اقتصادی خیلی خوبی هم به واسطه این نورو خلق شده. مثلا وقتی تو حوزه نورو مارکتینگ صحبت میکنیم، چیزی که به ذهن من میرسه اینه که خب یک بازاریاب، یک کسی که تو حوزه بازاریابی داره فعالیت میکنه، خب به صورت روتین باید از هر ابزاری که به بازاریابیش کمک میکنه استفاده کنه. یعنی اگر که تا یه موقعی تحقیقات بازاری که میکرده سیستمش مداد کاغذی بوده، از اینجایی بعد کامپیوتر و ابزار آیتی و فناوری اطلاعات بهش اضافه میشه، احتمالاً اسم حوزهش نمیشه مثلا آیتی مارکتینگ. حالا مثلا اون فایلش و اون دیتاش رو توی اکسل و بعدش حالا با پیشرفت‌های بیشتر با سیستم‌های دیتا ساینس تحلیل می‌کنه. چی میشه که این چیزی که شما همین الان دارین در مورد ابزار صحبت می‌کنین، قرار است چیزی متحول کنه، یک ابزاره که میتونه کمک کننده اون مبانی نظری باشه. چی میشه که این ولعه شکل می‌گیره و اصلا داره دیسیپلین جدید می‌سازه؟ یعنی ما رشته‌هایی داریم مثلا در کشورهای مختلف و کشور خودمون مثلا تو حوزه فضای تعلیم و تربیت، مگه علوم تربیتی از فناوری‌های مختلف استفاده نمی‌کنه؟ از آی‌تی استفاده می‌کنه، از حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنه. خب داره از فناوری‌ها و دانش حوزه علوم اعصاب هم استفاده می‌کنه. چرا میشه اسمش ذهن مغز تربیت یا حوزه مثلا نورو ادویکیشن؟ خب این همون علوم تربیتیه دیگه، به همون میزنه که اون همون مارکتینگه. این ولعه از کجا میاد؟ ببین چند تا دلیل داره. یکی این که ما اصولا حالا تو کشورهای ما خیلی پررنگ تره، جای دیگه هم همینجور هست و دقیقا هم میتونه بیرون جاهایی که این چیزهایی که داره میگه پررنگ تره که این ویژگی ها بیشتر. یکی این که چقدر اون افراد عینی‌گران و هر چیزی که وجود داره باید براشون ملموس باشه. مثلا در کشور ما اینجوریه، پزشک خوبیه که ابزارهای بیشتری داشته باشه، سی تی اسکن برام بنویسه، ام آر آی بنویسه، یه ذره در حقیقت منو درگیر ابزارها بکنه که عینی من ببینم چیه. و یکی دیگه خود تکنولوژیه. یعنی بعضی از کشورها هستن که عاشق تکنولوژیه، من کاری ندارم که اصلا فرهنگش هست فرهنگش نیست، تکنولوژی رو دوست دارم. اینا رو بذار کنار هم دیگه، این خودش ذاتاً باعث میشه که این ابزارهای برآمده از دل نوروساینس برای افراد جذاب بشه. از طرف دیگه تمایزه، افراد دوست دارن تو خدماتی که میدن خودشون رو متمایز کنن. چون بحثم به ویژه گفتید نورو مارکتینگ و نورو دیزاین، بحث درآمدزایی دیگه، دوست دارن کارهایی رو بکنن که قبلی ها نکردن. کارهایی که تو داری میگی که مثلا فرض کنید که ما بازاریابی قبلا پرسشنامه بوده، الان کامپیوتر بوده، فاصله بین پرسشنامه بودن و کامپیوتری بودن از لحاظ ظاهری فرق نکره. من یک خطی رو دارم میخونم، چهار تا گزینه رو کاغذ میذارم، روی کامپیوتر دارم میدم، اما یه دفعه میام توی دنیای جدید، میام میبینم که الان از من نمیپرسن چه کار داری میکنی، من دارم یه بازی رو انجام میدم مبتنی بر تئوری گیمفیکیشن یا بازی سازی، که بر اساس این بازی یه سری مؤلفه‌ای که من الان نمیدونم دارن از من در میارن. این هم برای اون فرد جالبه، هم برای کسی که داری خدمات ارائه میده، و بنابراین چون یه وجه تمایزی رو ایجاد میکنه که این تمایز به نظر من این گپ خیلی زیاده، یعنی نمیشه قابل مقایسه که اون مثالهایی که تو زدی، بنابراین این باعث میشه که یک برگ برنده جدید اون ساختار داشته باشه. هرچند با این حرفت معتقدم که ما میتونیم بگیم که یه چیزی داریم برای مارکتینگ که داره از ابزارهای نوروساینسی استفاده میکنه.
اما اون مارکتر برای این استفاده میکنه و این اصطلاح رو به کار میبره، چون میتونه مشتری بیشتری جذب کنه، میتونه یه وجه تمایز بسیار گسترده ایجاد کنه، چون مفاهیم پیچیده است، کار هر کسی نیست، افراد خاص خودش رو میخواد، دیدگاه میان رشته ای داره و بنابراین میتونه اتفاق بیفته. هرچند این وسط چیزای غیر منطقی هم همونجور که گفتیم ممکنه به وجود بیاد. خب مثلا نورو دیزاین قابل قبوله ولی اونقدر کاربردی نیست. مثلا اون نورو معماری هم داریم، یعنی استفاده از این دانش نورو سرویس در معماری تو حالت روتین. اصلا هنرمندها و حالا معمارها از روانشناسی، مثلا روانشناسی رنگ استفاده میکردن دیگه، مگه اسمش میشد مثلا سایکو دیزاین اون، که حالا این الان اسمش میشه مثلا نورو دیزاین. ببین داستان همینه، تمایز دوتا اتفاق میفته، یکی اینکه خیلی متفاوت کار، یکی اینکه سرعت به وجود اومدنش خیلی زیاد. نوروساینس جفت اینا رو داشته، یعنی وقتی داره میگی روانشناس از اون قدیمی قدیم که در نظر بگیرید داشته، دیدی در مورد رنگ داشته، اومده جلو، وقتی که 120 سال 150 سال پیش روانشناسی امروز شکل گرفته این بوده، الان اومده، درسته؟ ولی توی 10 سالی که نوروساینس که دفعه اومده و تمایز ایجاد کرد، این دوتا وقتی میذاره کنار هم دیگه باعث میشه که اصلا اون فرد دوست داشته باشه اینو جدا در نظر بگیره، اینو یه موضوع مجزایی هویت مستقل بهش بده. هرچند برای از دیدگاه میشه گفت که نباید اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال این چیزایی هست که تو دنیا داره اتفاق میفته. وقتی یه جای بحث بیزنس هست، توی بیزنس همه این اتفاقات ممکنه به وجود بیاد و همونجور که از علوم اعصاب داره استفاده میشه، سوء استفاده هم میتونه بشه. ابزار دیگه، وقتی یه جعبه ابزار شما داره، یه چاقو هست، حالا نه به اون چاقویی که ما بگیم خطرناکه، منظورم که میتونه استفاده های به نوعی. شما معتقدید که فارغ از همه منافع اقتصادی که میتونه ایجاد کنه، اینکه تا این حد داره در حتی نامگذاری هم وارد میشه علوم اعصاب در حوزه‌های مختلف، اینه که توی یک بازه زمانی کوتاه واقعا یک پارادایم جدید هم ایجاد کرد. آره یه دید جدید اضافه کرد. خب یه دید جدید. یکی از دوستان من مثال می‌زنه که من تا قبل از اینکه بازاریابی می‌کردم یه عینکی داشتم که سیاسفید همه چیزو می‌بینم، الان یه عینکی دارم که دارم رنگی می‌بینم، یعنی تفاوت اینقدر میتونه زیاد بشه. و آینده خود روانشناسی رو چطور می‌بینید؟ چون به هر حال به جز علوم اعصاب حوزه‌های دیگه‌ای داره اضافه میشه، خود همین دنیای استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌ها و فضای شخصی شدن‌ها و همه بحث‌های این تیپی و اینکه اصلا خیلی از تعاریف داره تحت تاثیر قرار می‌گیره. قطعاً آینده روانشناسی امروز به درد نخواهد خورد، اینو من مطمئن، ولی به معنی نیست که روانشناسی قرار از بین بره، قرار نیست، قرار تغییر پیدا بکنه. افرادی در روانشناسی میمونن و باقی میمونن و کار رو ادامه میدن که بتونن خودشون با این تغییرات موجود رفت بدن. ببینید در نهایت ما نورولوژیست داریم، روانپزشک داریم، نوروساینتیست داریم و روانشناس داریم. اینا دیدگاه‌هایی دارن، تشخیصایی دارن، دانشی دارن. مثلا در حیطه علوم اعصاب یک روانپزشک میتونه قوی‌تر از یک روانشناس باشه، به دلیل اینکه پزشک، به دلیل اینکه مسائل مرتبط با بدن و مغز رو بهتر خونده، بهتر میدونه، هرچند ممکن در بعد نظریه پردازی ضعیف‌تر باشه. در واقع اون چیزی که اتفاق میفته در نهایت خدمات رو باید روانشناسا ارائه بدن، به دلیل مسائل مختلف، زمان بر بودنش، نداشتن وقت. یک روانپزشک نورولوژیست هیچ وقت نمیره خودش خدمات رو ارائه بده، مثلا بیاد 20 جلسه تحریک الکتریکی و روان درمانی رو با هم انجام بده، یه روانشناس میتونه این کار انجام بده. متاسفانه اتفاقی که داره میفته اینه که روانشناسی که توی فضا دارن میان دارن میشن تکنسین. این خوب نیست. تکنسین یعنی کسی که یه اطلاع خیلی محدود داره و بهش میگه دقیقاً چه کار بکن. باید اون کسی که روانشناسه اگه میخواد توی ایتیبیت باید بریزر دانش رو زیاد بکنه، چون در واقع یه مسیری که باید مشخص میکنه، یه چراغام بالا سر روشن میکنه میگه توی مسیر تو برو و تو نمیدونی مسیری که داری میری کجا میرسه، این کاری که داری با یه فرد میکنی به کجا میرسه، آیا داری درست انجام میدی یا نه. مرتب میری فیدبک میگیری با اون متخصص پزشکی هر کسی که هست، ولی اگه خودش دانش لازمه رو داشته باشه، خودش دید لازمه، اون عینکه رو داشته باشه، درسته باز زیر نظر یه متخصص داره کار میکنه، اما خودش میتونه نظر بده، خودش میتونه بگه مسیری که دارم میرم درست یا درست نیست. اگه روانشناسی قراره بمونه، وضعیت فعلیش باید تغییر بده و خود روانشناسا هم باید خیلی تغییر بکنه. باید دانششون رو تو این زمینه بالا ببرن، دانششون رو بالا ببرن، نه صرفا این ابزارها رو بگیرن و داشته باشن. اینم یه آفته.
ما یه سری ابزار داریم که طرف اومده کار، چون دیدگاه سطحیه دیگه، باید بدونیم که ابزارها مثل تیغ جراحی هم که نیازمند یه جراح ماهرن، ابزارها هم تکنولوژی ها هم درست کار کردن باشون ساده است، ولی مسیر کار کردن که دیگه ساده نیست، باید دانش خودش رو تو اون زمینه بالا ببره تا بتونه این روانشناسی که الان داریم تغییر پیدا کنه. و اتفاقا سوالی که اول کردیم، روانشناسی زرد که بسیار قوی تر از روانشناسی معمولی ما دارم کار میکنم، بسیار معروف تر، شما یه سر توی اینستاگرام بزنید پر از این آدم ها که مخاطباشون حاضرن براشون قسم بخورن، در این حد اینا رو قبول دارم، چون دارن چی میگن؟ یه سری حرفایی میزنن که تو کتاب روانشناسی زیاد هست، میگن مردم رو دوست دارن، درد یادشون دوا نمیکنه، خیرشون اصلا تحصیلات آکادمیکی روانشناسی هم ندارن، ولی وقتی این فیلدهای جدید میاد اون موقع دیگه تمایز ایجاد میکنه. اون بحث تمایزی که گفتم اینجا به نفع ماست. اون موقع روانشناسی که از این ابزارها استفاده کرد، دانش استفاده کرده باشه، قطعا خروجیش بیشتر خواهد بود، چه بخواد چه نخواد، چون از ابزارهای بیشتر داره استفاده میکنه، مسیرها رو داره بهتر میبینه. اون موقع دیگه تمایز ایجاد میشه بین اینکه حرفایی که یک روانشناسی که این فیلدها رو میدونه با حرفایی که یک روانشناسی که اینها رو نمیدونه ایجاد میشه. و این تغییرات در نهایت به نفع، اولش سخته دیگه، چون اصولا هر تغییری سخته، آدم وقتی میخوان تغییر پیدا کنه از موضع فعلی به موضع دیگه خیلی اذیت میشن، چون عادت کردیم، تغییر عادت خیلی سخت، ولی این تغییر عادت مجبوریم که ایجادش بکنیم تا بتونیم آینده بهتری داشته باشیم. و در نهایت اگر بگیم هدف همه علومی که داریم کار میکنیم کمک کردن به آدم هاست، پس برای کمک کردن به آدم اول باید به خودمون کمک کنیم، خودمون رو تغییر بدیم، دانش خودمون رو عوض کنیم تا بتونیم در آینده به اون آدمی که الان اینجاست آینده عوض میشه. چون به هر حال اینو در نظر بگیرید که این که پیشرفت میکنه، همه چی داره پیشرفت میکنه، شبکه های مجازی، سیستم های اطلاع رسانی، دو سال دیگه قطعا یا پنج سال دیگه قطعا خیلی از افرادی که پیش روانشناس میان میدونن نوروساینس چیه، حداقل چیزایی در موردش شنیدن، حداقل میدونن یه سری ابزارها وجود داره. و بعد میگن فرض کنید که شما چه ابزاری دارید، چه دانشی دارید، چه جوری که تو فقط میخوای با چهار تا سوال کردن از من بپرسی، آیا با چهار تا سوال کردن من همه چی رو میگم، آیا من پیاز داغشو زیاد نمیکنم، تو که اینا رو نمیدونی، پس باید از یک ابزارهای دیگه استفاده کنی. و اتفاق میفته و روانشناسایی که این رو پیگیری کنن به نظر من میتونن آینده روانشناسی رو تضمین کنن. اما به عنوان آخرین سوال، توی صحبتاتون تو این بخش سوال آخر یه جا اشاره کردیم به بحث بهبود کیفیت زندگی و چند تا پرسش قبلتر درباره این بحث صحبت شد که روانشناسی تا حد خیلی زیادی متأثر از فلسفه هم هست و اون چیزی که حالا تحت عنوان روانشناسی زرد هم صحبت شد شاید اون حوزه‌ایه که بیشتر داره درباره اون جنس سوالات فلسفی صحبت میکنه. حتی امروز که به یمن قدوم کرونا مردم زمانهای خیلی بیشتری رو با خودشون فرصت خلوت کردن دارن، سوالاتی از اون جنس سوالات فلسفی زیاد از خودشون پرسن که اصلا چرا باید تو این دنیا باشن، دارن چی کار میکنن، ماهیت وجودشون، فلسفه وجودشون، بحثایی که شاید تو حوزه های مختلف روانشناسی هم مطرح میشه، حتی توی فضای روانشناسی اگزیستانسیال، موجهای جدید رفتار درمانی مثل ACT، بحثای ارزش محور بودن، علوم اعصاب توی این حوزه های از جنس سوالات شاید فلسفی و سوالاتی که در نهایت اتفاقا اگر بتونیم براشون پاسخی داشته باشیم اون اتفاق بهبود کیفیت زندگی شاید حتی تا نوعی به نوعی بتونه که مرتفع بشه، تو اون زمینه چطور؟ تو اون زمینه هم حرفی داره؟ تو اون زمینه من اطلاعات خیلی زیادی ندارم یا حداقل ندیدم، هرچند میدونم مثلا یه سری تلاش دارن میکنن نور فلسفه رو به وجود بیارن که ببینن چه اتفاقی میفته، ولی شاید این از همون جنس در واقع نورهایی هست که اضافه میشه، چون به هر حال فلسفه یه چیز جدا از علمه و حالا ترکیبش نمیدونم چه ترکیبی ازش در بیاد. این سوالات پیش میاد، خب آدم وقتی به خودشون خلوت کنه واقعا اتفاقات میفته. جوابی هم نداشتیم دیگه، ما دیگه از وقتی که انسان بوده یه سوالات بوده تا همین الانی که هست. ولی یک چیزی که وجود داره اینه که در ایامی که آدم ها محدود میشن، مغز ما شروع میکنه از این داستان ها
تاثیر دادن های این چنینی. در واقع مغز ما نیازمند محرک، نیازمند حرکت، حرکت و معنی عام، یعنی یک کاری باید بکن. وقتی شما فرد در فضای قرنطینه میای و اون کار رو نمیکنه، یعنی اکسترنال محرک های بیرونی رو شما ازش کم میکنه، گیر میده به محرک های درونی. محرک های درونی چه؟ یعنی همه این افکاری که وجود داره، افکار قبلا هم بوده، میگه ما قبلا نداشتیم، ولی چون داشتیم زندگی ما نمیکردیم، چون درگیر بودیم، چون اطلاعات زیادی داشته مغزمون وارد میشده، فرصتی برای این کار اتفاق نمیافتاده. خب اما این فرصت الان هست. و یک مستند رو من خیلی وقت پیش داشتم میدیدم در مورد مغز، خیلی در حقیقت رادیکال این بحث، ولی موجودی بود که لوله‌ای بود و داشت توی آب حرکت میکرد، این میاد میرسه به یه صخره مرجانی، اولین کاری میکنه مغز خودش رو از بین میخوره، یعنی که انرژی مصرف نکنه، چون دیگه حرکت نمیکنه به اون نیاز نداره. ما هم وقتی که حرکت نمیکنیم سکون داریم، شروع میکنه به این داستان هایی که داریم میگیره به وجود آوردن. بنابراین توصیه من اینه که حتما درگیر کنن مغز خودشون، حداقل این افکار که هست ما برای اینا راه حل نداریم، ولی حداقل میتونیم از تکنیک های حواس پرانی استفاده کنیم و حواس فرد از این موضوع پرت کنیم. درگیر کردن مغز با تمرینات شناختی مختلف، با تکالیف مختلف، درگیر کردن کودکان با این موضوعات میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون الان ما از کودکان توی فضا خیلی غفلت می‌کنیم، چون کودکان برخلاف بزرگسالان نمیان بگن چه اتفاقی داره میفته، ولی بهش فکر میکنن، به اینکه در رسانه میشنون، یعنی میشنون مردن چیه، میشنون این ویروس از کجا اومد، خیلی از این چیزا رو میشنون. اون درگیر کردن ذهن اونها، انجام دادن بازی‌های مختلفی که وجود داره برای اینها، که این محرکی وجود داشته باشه، نه محرک روتین. مثلا خانواده میگن خب کار نداره، میدی برای بس با بازیش بازی کن، این که دیگه نمیشه، ما این محرک تکراری، محرک های جدید از بازی های جدید جاپان در اینترنت هم خیلی زیاده، اگه بخوان سرچ کنن یا خودشون رو درگیر کارهای روتین کنن، رو غیر روتین کنن. چون مثلا الان یه مشکلی که وجود داره، میگن در ایام کرونا کتاب بخونیم. به نظر کتاب خیلی خوبه، ولی کتاب یک مؤلفه هست، اون کسی که نداشته که خیلی خوبه، ولی اون کسی که تا الان کتاب میخونده، کتاب خوندنه تو این مدت قرار زمان از این مدت از زمانی به بعد میره مخش، حالا خیلی اصطلاح خودمانی میخواد میگیم، این حتی اصلا حال حوصله اون کتاب خوندن الان دیگه نخواهد داشت، چون یه روند تکراری داره انجام بده، یه روند متفاوتی رو انجام بده، تمریناتی نمیدونم، پازل انجام بده، کاری که تا الان نکرده، این کارا رو انجام بده، این درگیری های ذهنی میتونه کمتر باشه، تا انشالله ببینیم که ما میتونیم به یه جوابهایی برسیم در زمینه مسائل بنیادی که گفتیم. خیلی ممنونم ازتون، باعث افتخار بود در خدمتتون بودم، هم بابت استقبالی که از این ایده کردین، هم بابت اینکه تشریف آوردین در برنامه، و ممنونم ازتون، خیلی محبت کردین. ممنون.